دوستان سلام، الان توی تکه شهدای اصفهان هستیم. قطعه‌ای که شهید خرازی توی اون قبر هستن، همونطور که می‌بینید اینجا قبر شهید خرازی مشخصه. ردیف دوم این قطعه تقریبا وسط های قطعه میشه، از این طرف هم اگر بخواییم ببینیم مشخصه. یک شهیدی هست که ماجرای خاصی داره، شهید رمضان شب نویس. یکی از فرمانده های دفاع مقدس داشتیم اینجا میرفتیم، ما رو برد سر این قبر، گفت که من خاطره ای دارم. ما رفته بودیم بازدید خانواده این شهید، مادر شهید داستانی رو تعریف کرد برامون که خیلی عجیب بود. ماجرای شهید رمضان چپ نویس اینطور بود که مادر میگفت من نمیدونم 7 یا 8 بچه داشتم و نمیخواستم این بچه دیگه بهش اضافه بشه، چون وضع مالیمون خوب نبود. برای همین وقتی فهمیدم که باردارم همه کاری کردم که بچه سخت بشه. آخرین کاری که کرده اون مادر کرده بود این بود که رفته بود بالای دیوار. آخرین کاری که اون مادر کرده بود این بود که رفته بود بالای دیوار و از روی دیوار با شکم خودش رو روی زمین پرت کرده بود. همه جای خونه و اون محوطه‌ای که ایشون افتاده بود رو خون میگیره. شب خیلی سخت میخوابه. توی خواب چند خانم چادری میان پیشش و بهش میگن که این بچه بچه تو نیست که میخوای ازش بهش میگن این بچه بچه تو نیست که بخوای به دنیا بیاد یا نیاد. این بچه به دنیا میاد، سالمم به دنیا میاد و یک مأموریت خاص داره، اسمش رو محسن بگذار. مادر میگه هرچی اصرار کردم پدرش وقتی بچه به دنیا اومد و مادر میگه در کمال تعجب دیدیم که بچه به دنیا اومد، سالم به دنیا اومد. هرچی اصرار کردم پدرش قبول نکرد که اسم بچه رو محسن بگذاریم. همونطور که روی قبر هم میبینید اسم بچه میشه رمضان. میگه با همه بچه های دیگه هم فرق داشت توی رفتارش، کردارش، گفتارش، تا اینکه موعدش فرا رسید و به جبهه رفت و شهید شد. شهید محسن چپ نویس کسیه که بعد از شهادتش مادرش بعد از شهادت رمضان مادرش میخواد تا اسم محسن رو روی قبرش حکاکی کنن. شهید رمضان چپ نویس توی 20 سالگی توی کربلای 5 به شهادت میرسه. حالا این میگم من از زبان خود مادر نشنیدم، ولی فرماندهی که اینو برای ما گفت آدم موثقی بود از بچه های زرهی لشکر 14. ممنون که با ما همراهید. یه نکته دیگه این هم بگم، اون همین که مشابه این ماجرا رو من در مورد یکی از شهدای یزد عیناً همین اتفاق براش افتاده بود به صورت عکس نوشته دیدم که سعی میکنم اون رو به انتهای این ویدیو هم اضافه کنم. اینها دو شهید مجزا در دو استان مجزا بودند. ممنون که با ما در کانال یوتیوبی ماورا همراهید. ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی التماس دعا. خدا نگهدار.